امشب میخوام راجع به یه فیلمی که مال 10-12 سال پیش 2011 است حرف بزنم. تازه دیدم و لذت وافری بردم. خیلی فیلم ساده ایه، اصلا فیلم جدی عمیقه، تیپ فیلم های هیچکاک یا فورد و اینا نیست. یه فیلم امروزیه، 10 میلیون دلار هزینه کرده، 400 میلیون دلار فروش. رابطه یک سیاه پوست، عمر سی نقششو بازی میکنه، همون که تو لوپن بود، و یه بازیگر دیگه فرانسوی. قدرت فیلم در چیه؟ جواب نمیدم الان. قدرت فیلم در روابط انسانیه که به جزئیات خواهم گفت. شخصیت اول فیلم یه میلیاردره که به دلیل تصادف فلج شده و رو صندلی چرخ داره. دنبال یه پرستار، یه تیماردار، یه چیزی میگرده که مرتب پیشش باشه و کمکش کنه. دوچار حملات عصبی و حتی قلبی هم میشه، به همین دلیل یه کسی رو لازم داره که پیشش باشه. یه سری امتحان میگیرن، یعنی یه سری تست میگیرن از آدمای مختلف که بالاخره یکی رو انتخاب کنه. C'est-à-dire leur insertion sociale. Le sport également. Hein, faut bouger. Faut pour l'insertion dans la vie, quoi. C'est des personnes. تا میرسیم به این رفیق ما که اومده واسه بیکاریش یه ورقه امضا بگیره. نیومده کار کنه. طرف تشخیص میده که این خود جنس. و شروع میشه فیلم. شروع میشه. این تنها کسیه که از بین آدمای مختلف که به خاطر پول این کاراکتر اول میان و همجور مزخرف میگن ما عاشق معلولاییم، ما فلانیم، اینا یه آدم قلدره که اصلا مسئلهش نیست که این یارو پول داره. رابطه شکل میگیره. فیلم با چی شروع میشه؟ با یه ماشین سواری هورناک به سبک فیلم های هالیوودی. ما نمیدونیم که این دو نفری که تو ماشین عمرسی رو مرتب میبینیم منوارانده و همون بغل دستیش رو نمیبینیم، نمیفهمی افلیجه. به دلیل سرعت پلیس دنبالشون، یه ماشین سواری جذاب از این شروع میشه، آخر سر اینا پیروز میشن و باز ما نمیدونیم که این آدمی که اون جلو نشسته افلیج. فلاشبک میزنه و تو فلاشبک همه ماجرا رو میبینه. فلاشبک خیلی درسته و شروع فیلم هم به شدت سرگرم کننده است و حتی رابطه ساز بین این دوتا. نکات مهمی که در فیلم هست که با یک کارگردانی بسیار ساده و بسیار اندازه، میگه میگم ساده، مقصودم اندازه بودنه. دوربین عجق بجق نیست، کارهای عجیب غریب نمی کنه. خیلی منطقی از الف میره به و غیره غیره. رابطه یه رابطه انسانی ساخته میشه که یادتون خواهد موند چجوری یه آدمی که تازه از زندان آزاد شده، سیاه پوسته، اومده کار کنه برای یه مولتی میلیاردر افلیج. اولش هم کلی بازی در میاره، من حاضر نیستم اینو بشورم، من حاضر نیستم فلان کار رو کنم، همه یه بازی در میاره. طرف چرا اینو انتخاب میکنه؟ این که بهش ترحم نمی کنه. عالیه این. کسی رو میخواد که باش رفیق بشه، بهش ترحم نکنه،
و به خاطر پولش هم نیاد این کارا بگیره. این گام به گام ساخته میشه. این اصلا چیز ساده ای نیست. گام به گام ساخته شدن یه هم چیزی. در دل این ماجرا این دوست میلیاردر ما طبیعتاً عاشق موسیقی کلاسیکه. حتی ارکستر تو خونش میاره براش ویوالدی میزنن و موسیقی کلاسیک خیلی دوست. این رفیق ما موسیقی کلاسیک رو تحمل میکنه. به جاش یه موسیقی امروزی میذاره و شروع میکنه به رقصیدن و اون برای اولین مرتبه خوشش میاد. غیر از موسیقی کلاسیک از اینم خوشش میاد. این یه گام خودش رو بروز میده در موسیقی. خود فعال سر پای بدون حد و مرز. اپلی بابا مو پرنو شفون پلو ریس ریس نو شفون پا سی بارتی. نکته بعدی نقاشیه. این پولدار ما کلکسیون نقاشی میخره، کارهای گرون مدرن میخره. داره یه کار گرون میخره بدون اینکه کار مالی باشه. این عمرسی ما یعنی دریس میگه اینکه کار به در بخواه نیست، میشه دروش رفت. شروع میکنه با مسخره بازی رنگ میپاشه رو بوم، سیاه‌سفید هم یه رنگ میریزه، یه نقاشی در میاره که اصلا بد نیست توی نقاشی های امروزی بی خود. نقاشی حدود 11,000 دلار براش میفروشه این میلیاردر ما. و این خب این رابطه گفتم گام به گام داره در میاد. از طرف دیگه رابطه این به اصطلاح خدمتکار یا تیماردار با تمام اعضای خونه در میاد. با زن مسنی که اونجا کار میکنه، با دختر جوانی که اونجاست، آخر سر با دختر خود این میلیاردر که به شدت باش با جنگ و دعواست. خب همه ی روابط انسانی توی فیلم هر چی از روابط انسانی رو به ما نشون میده در میاد. گفتم که رابطه انسانی گام به گام ساخته میشه. این مرد میلیاردر بدون اینکه بخواد سعی میکنه بعضی از کارهای بسیار خوب دریس رو جبران کنه. دریس رو سوار چتر نجات میکنه و تو آسمون با هم دیگه پرواز میکنه. این به شدت میترسه. ترسش رو اینجا درمان میکنه. سوار هواپیما شخصیش میکنه و باز تجاربی که این از طرف دیگه نداشته اینجا حل میشه. ما گام به گام این رابطه دو طرفه انسانی رو که پخته تر میشه گام به گام تجربه میکنیم. دیگه یادمون میره که این آدم اینقدر پول داره و این دوست ما بسیار فقیره. وقتی رابطه خانوادگیش هم میبینیم باز یادمون میره. این چهره دیگه میشه برای ما. ما با فیلمی طرفیم که غیر طبقاتیه. یعنی ما دیگه با آدم پولداری که اینجوری ارکستر میاره تو خونه و موسیقی کلاسیک میزنه و هواپیمای شخصی داره با این طرف نیستیم، با یه انسان طرفی که روی صندلی چرخ داره در اثر یه تصادف و این ساخته میشه. این خیلی از من این چیز کوچیک خیلی کار بزرگیه که فیلمساز پسش بر اومده. در آخر مسئله عشق مطرح میشه. همه این کارهایی که میکنه این رو وادار میکنه که با یه دختری که با هم مراوده ادبی دارن نزدیک بشه. قرار براش میذاره. دفعه اول اون میترسه در میره و دفعه دوم یعنی آخر فیلم اونو تنها میذاره و این دوتا با هم با
معاشرت میکنن و به ازدواج میکشن و فیلم ها اینجا میبند. فیلم خیلی کوچک، خیلی خوب، خیلی سرگرم کننده و خیلی انسانیه. پیشنهاد میکنم که ببینید، لذت ببرید و بفهمید که برخلاف این فیلم های امروزی که کلی ادعا دارن اما یک لحظه رابطه انسانی نمیتونن بسازن، چقدر متفاوته. Intouchables، چیزهای غیر قابل دست یافتنی، این روابط انسانیه که دست یافتنی نیست. ببینیدش.